دوستان گرامی، با درود فراوان از جانب خودم فرامرز خدایاری و دیگر دوستانم که در تهیه این برنامه منو یاری میدهند. خوشحالم که مجال دیگر دست داد که در خدمت شما باشم و برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. این برنامه رو اختصاص خواهیم داد به هنر هفتم، هنر سینما، و علت اون این هستش که در بهار هر سال سان فرانسیسکو شاهد یکی از بزرگترین رویدادهای هنری خودش است، یعنی جشنواره بین‌المللی فیلم سان فرانسیسکو. این جشنواره قدیمی ترین جشنواره سینمایی قاره آمریکاست و امسال 56مین سالگرد خودش رو جشن میگیره. همه ساله در این فستیوال فیلم هایی از سراسر جهان به نمایش گذاشته میشه. حدود 200 فیلم از بیش از 120 کشور در 2 هفته در 4 سینما در شهر سان فرانسیسکو به نمایش گذاشته میشه، که یکی از ویژگی های جشنواره بین‌المللی سان فرانسیسکو این هستش که بیشتر فیلم هایی رو انتخاب میکنه از فیلمسازان جوان با استعداد و کسانی که کارهای فوق‌العاده در هنر سینما انجام داده باشند و نتوانسته باشند پخش کننده در آمریکا داشته باشند و دور از سیاست‌های هالیوود و استودیوهای بزرگ و بزرگ فیلمبرداری، این فستیوال این فیلم‌ها رو به نمایش می‌گذاره و نتیجه اون هستش که بسیاری از اونها پخش کننده پیدا میکنند. اما در مورد سینما ایران و رابطه سینما ایران و جشنواره فیلم سان فرانسیسکو، من خودم اولین فیلمی که در جشنواره سان فرانسیسکو دیدم در سالهای 80 بود، فیلم دونده کار آقای نادری، که فیلم بسیار جالبی بود که خیلی اون موقع مورد توجه واقع شد. و بعد از اون سینما ایران به اوج محبوبیت خودش رسیده بود. هر ساله تقریبا بین 2 تا 5 فیلم از ایران در این جشنواره به نمایش گذاشته می شد. تا 10 سال گذشته که یواش یواش سینما ایران سیل نزولیش رو طی کرد و همونطور که می دونیم در زمان زمامداری محمود احمدی نژاد سینما ایران رو به سلابه کشیدن و آنچه که ازش باقی مونده بود هم به حالت سکون افتاد و سینما ایران به صورت یک سینمای در حال اغماست که کارهای بسیار کمی این بر اون بر میشه، که قابل تقدیر هست. بسیاری از سینماگران ایران، سینماگران بزرگ که همه از کشور خارج شدن، عباس کیارستمی، محسن مخملباف، بهمن قبادی، اینا همه در خارج از کشور فیلم می‌سازن و جعفر پناهی، کسانی مثل جعفر پناهی هم که گرفتار هستند و اجازه فیلم سازی ندارن آنچنان. و به شکرانه این روی کار بودن آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته و وزیر ارشادش و مسئول امور سینمایی او، که اگر انقلابی نشده بود به طور حتم اینها هنوز دم سینماهای ایران داشتند بلیت بازار سیاه میفروختند و شعورشون از سینما همونقدر هستش. و تقدیر امسال در جشنواره فیلم سان فرانسیسکو فقط یک فیلم از ایران بود به نام The Last Step یا قدم آخر، که این فیلم نوشته و کارگردانی علی مصفا بود و بازیگر اون همسر خودش خانم لیلا حاتمی. Thank you.
اما گفتگوی این هفته ما، گفتگوی این هفته ما در ارتباط با جشنواره بین المللی فیلم سان فرانسیسکو خواهد بود. با کمال خرسندی خدمتون بگم از نظر خودم بسیار خرسند و خوشحال هستم که فرصتی پیش آمد، مجالی بود که با یک فیلمساز خیلی خوب، نویسنده بزرگ و رمان نویس خوب عصر ما که جوان بسیار واقعا با استعدادی است، گفتگو داشته باشم با آقای عتیق رحیمی. آقای عتیق رحیمی یک نویسنده افغان تبار هستند که در فرانسه زندگی میکنند و کتاب یا رمان سنگ صبور که اقتباسی است، در واقع نام اون اقتباسی است از قصه های قدیمی ایران رو به رشته تحریر در آوردن و انتشار دادن در فرانسه و در سال 2009 این کتاب جایزه کنکور، بزرگترین جایزه ادبی فرانسه رو دریافت کرد. آقای عتیق رحیمی در زمره کسانی است که قبلا این جایزه رو، کسانی که این قبلا این جایزه رو دریافت کردن، مثل مارسل پروست، رومان گری، آندره مالرو و بسیاری از نویسندگان شهیر فرانسه هستند و الان در یک چنین مقامی است و تصمیم گرفت که این کتاب رو به صورت فیلم دراره، برابر این با ژان کلود کاریوی که یکی از بزرگترین فیلمنامه نویسان دنیا هستش وارد مذاکره شد و کتاب رو به او داد و او هم فیلم نامه بسیار زیبا و قابل تأمل از اون ارائه داد که به صورت فیلم در اومده، که این فیلم رو آقای عتیق رحیمی که خودشون در فستیوال حضور دارن به فستیوال یا جشنواره بین المللی فیلم سان فرانسیسکو آوردن. در یک مجالی که در واقع با همت سان فرانسیسکو فیلم فستیوال پیش آمد، گفتگویی داشتم با آقای عتیق رحیمی در مورد فیلم، در مورد بازیگر فیلم که تا فراموش نکردم بگم که نقش اول این فیلم رو آقای عتیق رحیمی به بازیگر خیلی خوب ایرانی خانم گلشیفته فراهانی، بازیگر جوان و جنجالی ایرانی، محول کردن و ایشون هم به خوبی از عهده کار برآمد و مجموعاً یک فیلم بسیار بسیار دیدنی و بسیار قابل تفکر و واقعا بعد از این فیلم هر کسی که این فیلم رو میبینه مدت ها مبهوت باقی میمونه و در موردش به اندیشه مینشینه. حاصل این گفتگو رو که یک روز پیش ثبت شده با هم تماشا میکنیم و بعدا در خدمتتون خواهم بود. تو بگی فقط یک دفعه بابا خواب هستی؟ یه بکشک داره شور نخوری بستم، شور نخوری اگه نه کونه تا باره میکنم تو را میگم ای مشنوی یه دانش چیست؟ نمیفهمم. سلا داری؟ سلا ملا نداره، پیش از ما غمش خورده، حال دیگه نه ینگشتر به دردش میخوره. بخیزه برو اتاقای دیگر بپاله و نه ای ساعت برن دیگه برن.
ای صدای من میشنوی؟ نفس نگرفتن؟ هی تو رو میگم مردی. بچا چی شدن؟ چی میکنن؟ جناب آقای عتیق رحیمی، بسیار خوشحالم که بعد از سالها دوباره شما رو در سان فرانسیسکو میبینم و این بار به عنوان مهمان عالی قدر جشنواره فیلم سان فرانسیسکو با فیلم سنگ صبور، فیلم بسیار برجسته و تماشایی، و سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید که با هم گفتگویی داشته باشید. سپاس از شما. آقای رحیمی، فیلمنامه سنگ صبور رو شما به یک فیلمنامه نویس خیلی خیلی معروف دادید، آقای ژان کلود کاریه، و ایشون در اولین گفتگو یا دیداری که با شما داشتن ازتون پرسیده بودن چه کار میخوای بکنم من با کتابت. شما گفته بود بیتری می به انگلیسی. بله. و در واقع هر کاری میخوای بکنی بکن، و منظور این بوده که هر جا که شما نخواستید یا جا افتاده در کتاب هر مسئله ای، ایشون بتونه اینو به تصویر بکشه. نمیدونم من درست فهمیدم یا نه، ولی درستش شما به من بگید. آره. بعدی وقتی که صحبت شد، اولی که خب کتاب که آمد بیرون و آقای ژان کلود کاریه خواند، چون از مدت است با هم میشناسیم و این نخستین بار نبود که با هم کار کردیم، اینا قبلا یک نمایشنامه دیگه، یک فیلمنامه دیگری با هم نوشتیم اینا، و این بار خودش زنگ زد و گفت که عتیق فوق العاده است کتاب دینا و این داستان یک فیلم خوب میده. من اصلا نمیخواستم که باز هم چون این کار بکنم، چون یک بار با خاک سر خاک، چون کار داستان که نوشتم نخستین داستانم، بعدش سه سال بعد روی پرده آوردمش و فیلم برداری کردم در افغانستان، و باز هم نمیخواستم چنین کار کنم چون که خیلی مشکل است. من یکانه چیزی که برای من مهم است این که خب سینما باید یک بودی دیگر از داستان به من نشان بده، اون بودی را که من نتونستم توی داستان بگیم، و یا این که داستان نویسی اجازه نمیده که اون بودا بکشن بیرون، که این یک هنر دیگری کار ضرورت داره، هنر سینما مثلا. و به مخاطر وقتی که آقای ژان کلود کاریه از من خواست که چی میخواه، من گفتم که بیوفایی کنین با من و با این داستان، یعنی به خاطر که باید فاصله بگیریم با داستان، و من ضرورت ندارم چیزی که در کتاب نوشتم باز هم در سینما بیان کنم. یک همین حرفای خود گفتم، باید فیلم فراتر از کتاب بره. من هیچ اعتقاد و کار به مثلا 100% وفاداری با متن اصلی نیست. باید تعصب خاصی نه. اقتصاد باید اقتباس یک اثر فراتر از اثر بره. تو این اقتباس آزاد بوده. خب خیلی چیزایی که در خود کتاب است، خیلی تقریبا همه چیزش هست، ولی بود به خصوص این کار داشت، بود سینمایی که اون مثلا اولین تغییری پیدا شد در
دیدگاه نقطه نظرش point of view در کتاب راوی مانند مرد در اتاق زندانی هست. راوی نمیتونه از اتاق بیاره بیرون. هر چیزی که در بیرون از اتاق میگذره توسط زن گفته میشه به مرد و راوی فقط مانند یک دوربین همونجا هست و همه چی را ضبط میکنه و بازگو میکنه. تمام. اما در فیلم دوربین حرکت میکنه با زن. تعقیب. بله، زن را تعقیب میکنه. از اتاق میاد بیرون. در کوچه های ویران کابل قدم میزنه با زن. با گذشته هاش سفر میکنه. یک به یک حساب حالا دیدگاه زن است. این تغییر اساسی بود در فیلم. بعدش هم تاکید زیاد بالای رابطه عاشقانه بین زن و سرباز جوان است که در کتابم هست، ولی تا این حد پیش نرفته. و چیزی که دیگری که هست مسئله گفتار است، کلمه. وقتی که ژان کلود از من پرسید که غیر از بی‌وفایی چی میخوایی، این فیلم تو مثلا متن این حسی که میخوایی داشته باشی و چیزی که میخوایی فیلم برداری کنی چی هست، گفتم من میخوایم کلمه را فیلم برداری کنم. بعضی ها یک داستان جنگی می نویسن و در جنگ مرمی ها را فیلم برداری میکنن، تفنگ را فیلم برداری، شلیک کردن را فیلم برداری میکنن. من به جای مرمی گلوله کلمه را فیلم برداری میکنم. با این ترتیب کارم با دیوپی یا فیلم بردارم از اینجا شروع شد. و از من پرسید چی؟ خب حالا من چی رو فیلم برداری کنم؟ گفتم کلمه را. گفت چی رو نور پردازی کنم؟ گفتم کلمه را. به می ترتیب شما در فیلم میبینین که اون من دوربین با کلمه حرکت میکنه، نه با اکشن زن. همیشه اون با جمله ها حرکت میکنه به خاطر از اینکه تم اصلی فیلم همین گفتار است. بله، اتفاقا چند تا نقد من در مورد فیلم خوندم، یکی از اینا ایراداتی که میگرفتن این است که فیلم یک حرکت آرام داره که ممکنه حوصله تماشاگر رو به سر بره، ولی همین که شما گفتی کلمه انقدر اینجا برجسته بود و جالب بود که تا آخر فیلم واقعا آدم رو نگه میداره صحبت ها. و که همون که شما گفتین چقدر زیبا گفتید که دوربین با کلمه حرکت کرد، فیلم برداری میکنید کلمه رو به تصویر میکشید. بسیار. و همین جاست ببینید، اولی این نقدایی که چند بار با من گفتن اینا و گفت خب خود ما هیچ حرکت کمره رو نمیبینیم، تو گفته با خب همین است دیگه، خیلی با یک احساس عجیب غریب حرکت میکنه. یک دومی که ببینه مسئله به اصطلاح اکشن در سینما یک چیز خیلی جالب است. فیلم های آمریکایی اکشن رو میبینه، ببینیم که از آغاز فیلم تا آخر فیلم یکی چیزهایی صورت میگه، چقدر ماشین ها در خیابان ها به هم میخورن و این میشه این میشه، ولی از آخر تا آخر چی میگذره؟ هیچی نمیگذره. در حالی که در سنگ صبور در هر دقیقه یک چیز در وجود زن میگذره. اکشن یک اکشن درونی است، نه اکشن بیرونی. متوجه اینجا هست که ما متوجه که نه در بسیاری آثار که ببینین اصلا هیچی نیست که بگذره. چیزی که مهم است که در داخل شخصت ها چی میگذره. متوجه است درام وقت پیدا میشه در یک اثر
در یک فیلم و یا در داستان که شخصیت تغییر بکنه. اما در فیلم های اکشن شخصیت تغییر نمیکنه، فقط کمالمت فقط خیابان ها تغییر میکنن، فقط ماشین ها تغییر میکنن و فقط ماحول و محیط تغییر میکنه، ولی هیچ چیز نمیگذره. فیلم برخلاف چنین چیز است. واضح است ای خب متاسفانه یک دید سینمایی کار داره تا کنم بتونه که وقتی من فیلم رو دیدم خودم به یاد یک فیلمی که سالهای سال پیش دیده بودم، شاید حتما شما هم دیدید، فیلم کیس آف اسپایدرمن، یادتون هست؟ بله. که توی زندان میگذشت بین دو نفر و کلمات بود که نقش اصلی داشت و بسیار زیبا بیان شده بود. بهتون تبریک میگم. قربانتم، تشکر. حالا بگیریم سر برگزیده شدن کاراکتر اصلی فیلم شما، گلشیفت فراهانی. بله. آیا وقتی شروع کردید برای برگزیدن شخصیت های فیلمتون کسای دیگر هم آدیشن کردید یا فقط با گلشیفت صحبت کردید؟ نه، در آغاز یکی از مشکلات اساسی فیلم در همین کاستینگ یا انتخاب هنرپیشه ها بود. پرودیسر ها، تولید کنندگان فیلم در فرانسه شک و تردید داشتن که بتانم یک بازیگر فارسی زبان پیدا کنم که بتانه این نقش بازی کنه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ هنری. حتی یکی از تولید کنندگان پافشاری میکرد که فیلم با زبان انگلیسی و با پنلوپ کروز بسازم. فیلم دیگر میشود، متوجه هستین؟ نه. و بله، چند بازیگر دیدم، بازیگر افغانی و بازیگر ایرانی، ولی نتونستم قناعت کنم با بازیشون، نتونستم قناعتم بتن با بازی خود و با هنر خود. گلشیفته را ملاقات کردم در پاریس در خانه ژان کلود کاریر، وقتی دیدم خانم بس زیبا، تردید داشتم، شک داشتم که هنوز همیش در هر جا میگه گلشیفته میگه نه عتیق مرا نمیخواست. بخواستم ولی باید میشناختمش. ببینید نقش های زیبایی رو بازی کرده، در فیلم های خوب بازی کرده، واقعا هنر پیشه خود هست، ولی در سنگ سپور ما ضرورت به هنر پیشه داشتم که به حساب از آغاز تا ختم فیلم 1001 نوع هیجان رو احساس بازی کنه. متوجه هستین؟ در فیلم ها عموما به خاطر که یک وحدت داستانی پیدا شده، به خاطر از یک وحدتش بسیار قسمی که میگن شخصیت یک وحدت درونی و یک وحدت روانی و وحدت حرکت داشته باشه، متوجه هستین؟ اما در این سنگ صبور در هر لحظه این کاراکتر تغییر میخوره، دگرگون میشه، از یک حالت به حالت دیگه میفته، از آغاز تا ختم در تضادهای درونی خود زندگی میکنه، متوجه هستین؟ و این نقش باید به می ترتیب بدون از این که این تغییر در به یک حساب در حرکات بسیار مهم اساسی یا در داستان فیلم بگذره، در استرکچر ساختار داستانی بگذره، باید در نگاهش، در کلامش صورت بگیره. و حرف دیگه که بود که واقعا دختر زیباست، زن زیباست، و نمیخواستم که زیبایی تحت همه داستان و شخصیت داستانی من تحت تاثیر بگیره. متوجه هستیم؟ هم بود که باش کار کردم و دیدم که نه، در عقب از زیبایی واقعا یک هنرپیشه خارق‌العاده هست و با هم کار کردیم. دومی که مسئله لهجهش بود، چرا لهجه ایرانی تا لهجه افغانی فرق داره، و با هم کار کردیم
و شما کوچش کردین برای لحن؟ در آغاز برای من تمام سناریو رو با آواز بلند خواندم و همه رو ثبت کرده بود. بعدش در جریان فیلمبرداری خانم حسینه برگان که نقش امره بازی میکنه، بله بله، با گلشیفته همیشه میبودن و با هم صحبت میکردن و گلشیفته آیسته آیسته به این ترتیب با خیلی زیبایی لهجه افغانی رو گرفت. کالا فکر میکنم برای دوستان ایرانی مجبور هستن که سبتایتل رو بخوانن، زیرنویس رو بخوانن تا بدونن چی میگه. بسیاری دوستای ایرانی گفت ما نمیفهمیم چی میگه، باید زیرنویس رو بخوانیم. به هر ترتیب و واقعا لحظه های خوب را با هم گذاشتن. در حین فیلمبرداری گلشیفته هنرپیشه ای بود که خب بالاخره با اسم رسمی از ایران اومده بیرون، ده ها فیلم بازی کرده بود که بسیاری از اونها موفق بودن. شما خب نویسنده بسیار بزرگی هستید، ولی خب در حیطه سینما این دومین فیلمتونه، دومین فیلم بلندتون بله. دومین فیلم بلندتون بود. آیا شما رو به عنوان یک کارگردانی که خب از نظر کارگردانی میگم تازه کار بودی، حرفتون رو گوش میکرد، یعنی کاملا مطیع حرکتی که به اون میدادید بود؟ فکر میگنی سوال باید از خودش بکنین. تا جایی که خودش هم میگه ولی تا فکر کردیم یک رابطه خیلی خوب محکم بود و وقتی که من بالاش اعتبار پیدا کردم او هم بالای من اعتبار پیدا کرد. فکر میکنم بار اگر اعتبار نمی داشت و چیزی که من میخواستم ازش چون اینجای نمی رسیدیم و من برش بسیار راحتی در آغاز صحبت کردم و برش گفتم و میخواستم بعد تمام بازیگرهای خود که کار یک نویسنده سناریست و یک با کارگردان چی هست که شخصیت داستانی خود را، شخصیت فیلمی خود را در یک جنجال زندگی بندازش و ای بازیگر است که میتونه ای شخصیت از این مشکل بکشه بیرون. متوجهستید؟ به یک حساب ای رابطه ما گلشفته بود. دوم چیزی که برش ازش خواستم این بود که ببینید من به حیث نویسنده کارم چیست؟ کلمه گذاشتن روی احساسم است، روی هیجانم است. کار بازیگر در چی هست؟ که احساس هیجان بگذاره روی کلمات ما. فکرتان هست؟ پس رابطه یک رابطه معامله هست با هم. ما تجربه کلمه دارم، بازیگر باید تجربه احساس هیجان داشته باشه و این برخورد با وقتی که کارگردانی میکنم واضح است. این معنی که باید پیدا کنم از درون بازیگر او تجربه حسیشه و او تجربه هیجانیشه، چیزی را که زندگی کرده او رو بکشم بیرون. این کار ماست و این اعتبار کرد او هیجانی که من میخواستم ازش و او احساسی که درش نهفته بود او رو منتقل کنه و اعتبار کرد برای قسمی که میخواستم ازش که به صحنه برو بازی کنم. باز لحظه ها رو مثلا حتی انگشت میگذاشتم به او حس جو به اصطلاح حسش روی حوز حسش که شاید درش دردآورد میبوده در اون لحظه. چرا شخصیت های شما اسم ندارن؟ غیر از بی بی من اسم دیگری نشنیدم. بی بی هم اسم چی خاصه نیست؟ بله بی بی که همسایش. ببینیم آخرین فیلمی که شما دیدین کدام فیلم بود؟ فیلم سنگ صبور. غیر از فیلم سنگ صبور قبل غیر از فیلم سنگ صبور اون یادم نیست چی بود. خب شما نه خب بگیرم اگه یک فیلم رو بگیرین
مثلا آها یه فیلم قبل از این که این فیلم رو دیده باشم یه فیلم خوب دیدم یادم اتفاقا یه هفته پیش دیدم زیادم ولی همه پر از اسم بود. اسم شخصت ها یادتان است؟ نه هیچ اصلا. خب پس شما میگه ضرورتی نداره که بید. در این داست در این فیلم ضرورت ندارم. به خاطر چی؟ یک مرد است، یک زن است، عمه است و همسایه بی بی. خب همه عنوان دارن. همه عنوان داره دیگه. نام یکانه چیزی که میتونه وقتی که شخص حاضر نباشد، اون وقت شخصیت حاضر نباشد در فیلم و ضرورت دراماتیک داشته باشد میگیریم، ولی که نداشته باشد دیگه خب ضرورت نیست. شما در فیلمی که ساختی دو تا فضای کاملا جدا برای زن ساختی، همونطور که در ابتدای صحبتتون فرمودید، یکی بیرون خانه است یکی خارج از خانه. خارج از خانه است یکی هم درون خانه، که در درون خانه در بیرون خانه زن حرکت میکنه، دوربین هم باهاش حرکت میکنه، موجودی نیست که حساب بشه، در یک شهر مرد سالار جنگ زده داره قدم میزنه و کسی نیست. ولی وقتی به خونه خلوت خونش که خب خونه ای هم نیست، یک اتاقه که همسرش اونجا فلج دراز کشیده، این یک قدرتی پیدا میکنه، یک عنوانی پیدا میکنه، عشق رو اونجا میبینه، آرامش رو با تمام بدبختی هایی که داره اونجا حس میکنه و حتی به کارهایی میکنه که خب هیچ وقت نمیتونسته تو زندگی. صحبتاش که حالا بگذاریم، با شوهرش صحبتهای خصوصیش رو میکنه، راز دلش رو میگذاره و حتی در دو قدمی همسرش با یک مرد غریبه، یک جوان، عشق بازی میکنه و این هم جسارت بسیاری است برای فیلمسازی مثل شما و هم خب بسیار در ایران است برای گلشیفت شخصیت اصلی داستان. حالا من پرسشم اینه که آیا شما این جسارت در نوشتن رو به عنوان یک نویسنده که خب بالاخره یک بک‌گراند افغان دارید، درسته که سال هاست از کشور خارج بودید، آیا این جسارت رو این سالها زندگی شما در فرنگ به شما داده، یا اگر در افغانستان هم بودین در همین سن و سال و همین فریم فکری رو داشتین همین داستان رو می نوشتین؟ فکر می کنم نه، شانزده سال داشتم که از افغانستان برای نخستین بار رفتم بیرون و در هند زندگی کردم برای دو سال. فکر میکنم این سفر برای من یک سفر مهمه بود در زندگی. این سفر برای من اجازه داد که فاصله بگیرم با فرهنگ خود، با تابوهای فرهنگ خود، با جامعه خود، با مذهب خود، با شخصیت خود، با خود حتی و دید دیگه پیدا کنم در مورد انسان و در مورد جامعه خود. تا اندازه در همون زمان بله زیاد فکر میکنم در مورد جسم و فیلم هایی رو که هم میدیدیم در مرکز فرهنگی فرانسه و یا در مرکز فرهنگی آلمان، اینا خب فیلم هایی بود که دید ما را در مورد انسان و در مورد جسم و در مورد زندگی جنسی باز می ساخت. واضح است وقتی که آمدم فرانسه با یک دنیای دیگه آشنا شدم، با یک فرهنگ دیگه، با یک تمدن دیگه، با طرز تفکر دیگه، این باز هم فاصله دیگری گذاشت بین ما و جامعه. بله فکر میکنم که این نیست که فکر مرا، دید مرا تغییر داده باشه، ولی به من اجازه داد میفته که خب دید مرا تغییر نداده ولی
بر من اجازه داد که همو چیز اندیشه‌ای که دارم اونمو رو بیان کنم. متوجه هستی؟ من فکر میکنم که در ادبیات گذشته ما بسیار شاعران نویسندهای جسارت داشتن که به چنین مسائل بپردازن. کنیزک در مثنوی معنوی رومی بهی تقریبا یک داستان پورنوگرافیک است و می ترتیب در ایران کالم ببینم و در فرهنگ عامیانه ما مردم ببینید قصه های برهنی وجود دارد، در مورد چیزهای اروتیک وجود دارد. این یک نوع متوجهی همی ظاهر سازی ما چرا ما همیشه دو زندگی داریم، زندگی درونی و زندگی بیرونی. قسمی که بسیار خوبی شما بیان کردین همین لحظه، ما در زندگی بیرونی یک نوع هویت داریم و در زندگی درونی خود هویت دیگره. هیچ وقت زندگی درونی رو نمیخوایم که در بیرون بکشیم در موردش صحبت شمه. بجسته این یک نوع اسکیزوفرنی در ما باوجود آورده. بجسته ما بین او چیزی که هستیم و او چیزی که میخوایم و او چیزی که فکر میکنیم فاصله میندازیم. بجسته خارقانی یک حرف زیبایی زدم، میگه که ظاهر شو همان طور که هستی و یا باش همان طور که میخوایی ظاهر باشی شوی. ما متاسفانه نمیتونیم که زندگی بیرونی و درونی را همساز همه هنگ بسازیم. ما همیشه به بیرون دروغ میگیم، به خودم دروغ میگیم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که راست گفتن در فرهنگ ما شامت میخواید. چرا؟ به خاطر که سالها و سالها، قرنها و قرنها، هم مذهب، هم سیاست، هم فرهنگ یک نوع سانسور سرمون گذاشته، یک نوع سانسور به ما ترتیب کرده و این سانسور بسیار درونی شده. یک خود سانسوری داریم ما. متوجه هستید؟ ببینید شمس در قرن 13 گفته بود ما را اهلیت گفت نیست، کاش که اهلیت شنودن بوده. تمام گفتن می باید و تمام شنودن، اما بر زبان ها مهر است، بر گوش ها مهر است، بر دل ها مهر است. از او زمان ما در چنین گیردار بودیم و هستیم. و اگر مشکل وجودی در کشورهای غربی و در فرهنگ غربی بودن یا نبودن است، اما قسمی که شکسپیر گفته بود to be or not to be that question، در کشورهای ما، در فرهنگ ما گفتن یا نگفتن این سوال است. متوجه هستی؟ این است. من کدام ادایی در فیلم و در داستان ندارم در مورد شرایط زنان در افغانستان و در ایران و اونجا و جانه. بر من اگر از مسئله شده موضوعی اساسی فیلم چیست؟ یعنی گفتن یا نگفتن. سوال اینجاست. مرسی آقای نعیمی. من که خسته نمیشم از صحبت کردن با شما، ولی برای به ما علامت میدن که باید تحریف. ولی من اجازه بدین آخرین پرسشم ازتون بکنم. شما در سن 22 سالگی در میانه جنگ های داخلی افغانستان رو ترک کردید در سال 1984. در جنگ داخلی نبود،
که افغانستان را ترک کردم، جنگ بین قشون سرخ اتحاد شوروی و افغانستان. بله درست. و برای پناهنده شدید به فرانسه و بعد دانشگاه رفتید، تحصیلتون رو در رشته سینما تا درجه دکترا ادامه دادید و در سال 2008 جایزه کنکور رو گرفتید که به خاطر همین کتاب که راجبش صحبت کردیم، الان فیلمه. و در سن 51 سالگی در زمره دریافت کنندگان جایزه کنکور، چون اندره مالرو، دیگر رومن گری، سیمون دوبوار، مارسل پروست و آقای رحیمی خودمون، واقعا بهتون تبریک میگم. آیا به عنوان یک نویسنده یا هنرمند به همه آرزوهاتون رسیدین یا هنوز در افق چیزی میبینین که بهش دست نیافتید؟ اگر چیزی هست که با ما درمیان بگذارید خیلی. ببینین، من فکر میکنم همه اگر مینویسم فقط به خاطر خود را پیدا کنم مینویسم. اگر فیلم میسازم در جستجوی، بازم در فیلم از طریق فیلم در جستجوی خود هستم. انسان با رویاهای خود زندگی میکنه و نمیتونه به زودترین فرصت به رویاهای خود برسه. شاید حتی به مرگ هم که نزدیک میشیم به رویاها دست نمیابیم و امید شکر از همیست. من که چونین رویاهای وجود داره، من که زندگی میکنم بیشتر برای رویاهای ماست و نه ای که بخوایم رویاهای خود را زندگی کنم، بلکه در مورد رویاهای خود بیندیشم، در مورد رویاهای خود بنویسم. همین است. نمیتونم بگویم که نه به جایی رسیدیم، به هیچ جایی نرسیدیم. در مهابهاراتای هندی یک عاقل از یک شاه سوال میکنه، میگه مثال از شکست برم بده، از شکست خودت، میگه پیروزی. درسته. و فکر میکنم که در پیروزی شکست وجود داره، متوجه آدم بشده. و اگر جایزه هم گرفتم، جایزه برای من هیچ چیز نداده، فقط یک اطمینان داده، یک اعتبار داده. اعتبار اطمینان بالای شکهایم و تردیدم. بسیار زیبا، بسیار رویا و خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. امیدوارم که در سان فرانسیسکو بهتون خوش بگذره. قربانتون، تشکر از شما. دوباره در خدمتتون باشی. قربانتون، سپاس از شما.
خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته از سان فرانسیسکو. امیدوار هستم که این گفتگو و کل برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. جای دارید که در انتهای برنامه از آقای عتیق رحیمی و جشنواره فیلم سان فرانسیسکو تشکر کنم و همچنین از آقای رامین کلانی و خانم آیدا مزدومیان، دوستان بسیار خوب من که در تهیه و ادیت این برنامه منو یاری کردن، و همچنین جای سپاسگزاری از مدیریت تلویزیون اندیشه و گروه فنی تلویزیون اندیشه که پخش این برنامه رو میسر کردن. تا هفته آینده، بدرود.